بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیك الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدی. از صمیم قلب سلامی دارم خدمت ملت بزرگ، فهیم، وفادار و انقلابی ایران عزیز. شما شاهد بودید که چند ماه اخیر مردم از اقشار مختلف و نقاط مختلف کشور به طور مرتب در مراجعات حضوری با ارسال نامه و تومار و پیام در اجتماعات و سفر به شهرستان ها و استان ها به طور جد و به شدت از من میخواستم که در انتخابات سال جاری حضور پیدا بکنم. گستره درخواست ها و اصرار مردم به گونه ای بود که من هرگز نمیتونستم پاسخ منفی بدم و بالاخره در برابر خواست بسیار وسیع مردم تسلیم شدم و علی‌رغم اطلاع از شرایط کشور در وزارت کشور حضور پیدا کردم و ثبت نام کردم. البته در سخنرانی وزارت کشور به طور مختصر وضعیت کشور، شرایط مردم رو تشریح کردم و نظر خودم رو درباره انتخابات و ضرورت به رسمیت شناخته شدن و اجازه دادن به جاری شدن حق تعیین سرنوشت مردم و آزادی انتخاب مردم و صیانت از دایره گزینش مردم رو تشریح کردم. اونجا به صراحت اعلام کردم که دو بار قبلا رد صلاحیت شدم بدون ارائه هیچ دلیل و منطقی، اما به خاطر شرایط کشور و در احترام به مردم سکوت کردم. اما این بار به تقاضای مردم برای ثبت نام اومدم. در واقع خواست مردم عامل اصلی برای حضور من در ثبت نام بود. اعلام کردم که اگر این بار رد کنید قطعا در انتخابات شرکت نخواهم کرد، اون رو به رسمیت نخواهم شناخت و از هیچ کسی هم حمایت نخواهم کرد. دیدیم در اعلان اسامی مجدداً اسم بنده را حذف کردند در کنار تعداد زیادی از اسامی و یه فهرست معین یک طرفه رو در مقابل مردم قرار دادند. باز از سراسر کشور مردم تماس گرفتن، حضور پیدا کردند. شکایت ها، گلایه ها بسیار سنگین، به طوری که یک سرخوردگی عمومی در جامعه ایجاد شد. من میخوام در محضر شما مردم از اونا سوال کنم به چه دلیل منو رد کردید؟ یا به قول خودتون احراز صلاحیت نکردید؟ که حالا به لحاظ حقوقی اینا قابل بحثه که اصلا این تعابیر جایگاه حقوقی داره یا نداره. اما سوال میکنم، مگه من سوء استفاده کردم؟ دو بار با رأی بسیار بالای مردم مسئولیت اداری کشور به عهده من گذاشته شد. آیا من سوء استفاده کردم؟ کمکاری کردم؟ در انجام وظیفه کوتاهی کردم؟ در دفاع از حقوق ملت کم گذاشتم؟ در برابر بیگانگان و زیاد خواهی های اونها از حقوق ملت دفاع نکردم؟ یا نه در اداره کشور ضعیف بودم؟ آیا گسترده ترین برنامه های عمرانی و زیربنایی در دولت ما اجرا نشد؟ کنترل مصرف سوخت، هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر، سهام عدالت، بالاترین سرعت پیشرفت علمی
در عرصه‌های گوناگون، در نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، در هوافضا این کار اتفاق نیفتاد. گسترده ترین کار عمرانی، آب و برق و مدرسه و ورزشگاه و بندر و آزاد راه ها و فضاهای آموزشی، در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها، آبادی روستاها در دوره ما اتفاق نیفتاد. بیشترین سرمایه‌گذاری در صنعت در دوره ما اتفاق نیفتاد. بالاترین رشد ساخت مسکن، آیا بنگاه‌های زودبازی در دوره ما اتفاق نیفتاد؟ اصلاحات اداری آغاز نشد. درهای دولت برای مردم باز نشد. ارتباط خادمان با مردم احیا نشد. چه مشکلی بود؟ آیا پرکارترین دولت بعد از انقلاب دولت من نبود؟ آیا ما ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های مردم رو سر دست نگرفتیم و تا آخر به اون پایبند نموندیم؟ چه مشکلی بوده؟ مال مردم رو خوردیم، بالا کشیدیم، سوء استفاده کردیم، پاک دست نبودیم، برای چی رد شدیم؟ آیا در مناسبات خارجی عزت ملت رو حفظ نکردیم؟ گسترده ترین روابط خارجی در دوره ما نبود؟ با همسایه ها و با دیگران بیشترین مراودات، بیشترین حجم تجارت خارجی در دوره ما اتفاق نیفتاد؟ بیشترین صادرات غیر نفتی در دولت ما اتفاق نیفتاد؟ آیا ما در مذاکرات با بیگانگان و قراردادها به طور پنهانی عمل کردیم و از حقوق ملت کوتاه اومدیم؟ به چه علت رد شدیم؟ من امروز باورم اینه که این کاری که اتفاق افتاد بزرگترین ظلم به ملت ایران بود، توهین به ملت ایران بود، عبور از قانون اساسی بود و من باش خواهم ایستاد تا اقامه حق ملت. باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد شدن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه. همتون رو رد شدیم، یعنی جای ملت تصمیم گرفتیم. این ظلم بزرگ به ملته، کنار گذاشتن ملت از عرصه‌های گوناگونه که متاسفانه تو این سالها باب شده و منو به ضرر کشور، به ضرر انقلاب میدونم. به عنوان کوچک ملت، خادم ملت و کوچکترین خادم ملت که برایشون ایستادم تا اقام حق، تا روشن شدن مطلب، البته به شما عرض میکنم بنده به آینده بسیار امیدوارم. به فضل الهی با همت ملت ایران ساخته خواهد شد. من تنها دولتی رو اداره کردم که دارای برنامه بود و از ابتدا تا آخر برنامه کار کرد. الان هم عرض میکنم برای اداره کشور برنامه دارم، اون تا برنامه بسیار گسترده تر، عمیق‌تر، علمی‌تر، منسجم‌تر، کارآمدتر از برنامه قبلی که اگر فرصت در اختیار قرار بگیره و پشتیبانی ملت، اخشار گوناگون، دانشمندان، متخصصان، کارگران، کشاورزان، کسبه، خصوص جوانان، انشالله به سرعت کشور رو خواهیم ساخت و بالاترین سطح رفاه و پیشرفت و عزت که شایسته ملت ایران هست اون رو به اتفاق هم به ارمغان خواهیم آورد. مشروط به این که فرصت در اختیار قرار بگیره، یعنی فرصت در اختیار ملت قرار بگیره. من بسیار به آینده امیدوارم و اطمینان دارم که به فضل الهی، به همت ملت، خیلی زود شرایط کشور به نفع مردم، به نفع رفاه
به رفع پیشرفت، به نفع عزت، به نفع برادری تغییر خواهد کرد و اطمینان دارم که ملت ایران در ارتباط با همسایگان، در ارتباط با ملت‌های گوناگون از موضع عدالت، احترام، دوستی و برادری رابطه خودش رو در حد اکثر ممکن گسترش خواهد داد. من به آینده بسیار امیدوارم و البته توصیه میکنم به کسانی که امروز در مصادر امور هستند که قانون اساسی رو پایبند باشن، حقوق ملت رو به رسمیت بشناسن، اجازه بدن اراده مردم در اداره کشور جاری بشود. کسی خودش رو برتر از مردم نینگارد، کسی خودش رو صاحب حق بالاتری نینگارد. امیدوارم همه به دامن مردم برگردند و با کمک هم در کنار هم انشاءالله ایران رو بسازیم.